کنم. من که مخالفم، گفتی شغرف نظره چین است، اونم یه راه میره، اقتضای طبیعتش اینه، اونی که میزنه و اذیت میکنه اینا، اون یه راهی برای خودش میره. من نمیگم بده، اون راه خوبه برای خودش، ولی برای من بد بود. من دوست داشتم محبت کنم، عشق کنم، دوستی کنم، رفاقت کنم، اینا رو من دوست داشتم. به اینا رسیدم. ببینید، شما وقتی میخوایی برای کوه، هدفت اینه که به قله برسی، وگرنه سرازیری اومدن از کوه که مهم نیست. بله. سرازیر میای، خستم نمیشی، ولی اونی که داره میری به قله میرسه، دوستی های صمیمیت رو. من یک دونی شعر بد خوندم، یکی شو بیاریم این بد خونده، یا واقعا یه شعر عربی خوندم، نه غلط نیستم، من ایرانیم، باید به وطنم خدمت کنم، خدمتم کردم، الانم راحت راحت نشستم. هر موقعی باید ما لخت اومدیم به دنیا، با کفنم جیب نداره، با اینم میریم دیگه، اصلا چرا بدی بکنی که این وسط یه فاصله ای رو ما رو زمین مهره بشیم که یه عده دیگه قلمدو شما باشن، از نام ما استفاده کنن؟ نه، من هیچ وقت و این من به شما قول میدم، یه در دوستان ما اشتباه کردن به خودشون ارتباط داره. اتفاقا در مورد شعرهای پرمعنیتون صحبت کردین و میتونین توجه کنیم که تو شعراتون خیلی عشقتون و احساساتون نسبت به همسرتون بیان میکنین. سالیان ساله که به همه میگم، ولی خب سالیان ساله که اتفاقا شما با هم هستین، این گلی رازه که اینجای منه، این عشقه. ولی خب میخواستم که راز موفقیتتون رو تو این زوج بگین که آدم ها بتونن درس بگیرن که چجوری سالیان سال اینجوری در کنار هم زندگی کنن، چون این دوره همه تحملشون زود تموم میشه، سعی میکنن مثلا رابطهشون عوض کنن، با یکی دیگه آشنا بشن، ولی این که مثلا چندین سال شما در کنار هم هستین خیلی چیز مهمیه، و اگه بتونین مثلا بگین خلالی در این وجود نبوده. ازدواج یعنی همین، شما اگه تفاهم نداشته باشین، تحمل هم دیگر نداشته باشین، بالاخره یا شما درست میگی من اشتباه میکنم، یا من اشتباه میکنم شما درست میگی. خب اینه میشه با خوشی و کیف و زندگی و عشق و محبت اینه حلش کرد. آخه با دعوا و مرافع و خب این دیگه تو زندگی نیست، این مردگیه به نظر من. مرسی، خیلی متشکرم. نخبه کشی بوده و هست، ادامه داره. چرا شریف رو گرفتن بچه های دانشگاه شریف رو کشتن؟ چون همه نخبه های ما اونجان، همه نخبه های ما اونجان، هم دستان کردن در رو بستن و اینا رو گرفتن تو تک موتور کشتن. چرا باهایی یهودی رو میزنن میکشن از امریکت بیرون میکنن، کاری میکنن که اصلا بزن اینا فرار کنن برن؟ چرا؟ چون بهاییت، این به شما بگم تا الان نمیدونستید، گوش کنید، بهاییت فاتحه اسلام و تشیع اینا رو خونده، وقتی که میاد میگه آقا امام زمان ظهور کردی، امام زمان رهبر ما، وقتی میگه اون میگه خاتم النبیون بود محمد، میاد میگه اونی که پیغمبر بود این امام زمانه، دکان اینا رو بستن، بعد به شما میان دروغ تحویل میدن. بعد انسان ساخته، بهاییت افتخار ایران در جهان، بهاییت از نظر فکری اندیشه همه اینا نابغن، چون از کودکی مثل فرزندان زرتشتی اصیل ما، زرتشتی که با رژیم ساختن میسازن کار نداریم، زرتشتی های اصیل ما بچه را از 3 سالگی بهش آموزش میدن که کیست و چیست و چه باید بکنه. اینها رو چرا از ما میگیرن؟ چرا؟ چون میخوان این مملکت یک مش ابله و نادانسته
وجود داشته باشه که اینا سادات تازی بتونن خر مراد رو بگن حسن حسین امام علی امام فلان اینا شروع ترتیبتو بدن. اصلا هم اگه قبلا زمان شاه رو منابر میگفتن که از تیسفون حسین تو جنگ بوده تا ایران همه جا ایرانی رو الان نمیگم، از تیسفون تا گیلان حسین حسن فرزندان علی در جنگ سرباز بودن، آدم کشتن، صد بار پخش کردیم تاییدیه شیعه و سنی براتون مقدست کردن، چون رئیسا همه سیدن. به هوش باشید و زرنگ باشید. خامنه ای یک حرف جالبی که زد که نشان داد بلاهت این احمق رو که چقدر احمقه، گفت زمان شاه گاو شیرده بود شاه برای آمریکایی‌ها و فلان، ما نمیدیم. مردک اون موقع شاه سرمایه گذاری میکرد پولا رو تو خارج از کشور که شما الان با بنیاد علوی کردید، بنیاد پهلوی گرفتین، آدم میخرید تو خارج از کشور. ابله، مردم ابله نیستن. و از اون طرف شما خودتون دو دستی میلیاردها دلار هر روز دارید به غرب، به جهان جهانخوار میدید. این تحریم هایی که میگن یعنی چی تحریمتون میکنن؟ یعنی هر تحریم میلیاردها دلار پولای اینا رو غرب و آمریکا مصادره میکنه، بالا میکشه. وقت مردی که تو که بیشتر پول دادی به اینا داری میدی، هر روز مردم رو فقیر کردی، پول ما بخشش میره برای تویدستان که قبر تو رو آباد بکنن فردا، شیعیانه که تو آفریقا این رو بر خودت میسازی، و بخشش هم میره با تحریم های اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی مصادره اموال ایران که تو حساب های ایناست تو خارج از کشور به نفع اونها. اینها قابل تعمله.